بزرگترین قرآن خطی آسیا که 250 سال پیش به دست کاتب ایرانی کتابت شده در حال مرمت است این اثر در شهر بارودای ایالت گوجراد نگهداری می شود این قرآن توسط ای کاتب ایرانی به نام محمد قوس در مدت 18 سال کتابت شده و با خطی نفیس با داشتن 1200 برگ و دو تن وزن در ابعاد یک در دو متر به عنوان بزرگترین قرآن خطی آسیا مشهور است از ویژگی‌های قرآن بارودا داشتن ترجمه فارسی و تفاسیری در هاشیه صفحات است همچنین تذهیب و نقش های گل و خط نستعلیق این اثر زیبا ارزش هنریان را دوچندان کرده است. طی های موسمی شدید آسیب های زیادی به این نسخه نفیس وارد شده بود که کار مرمت و بازسازی در دو جزء 26 و 27 این قرآن نیز اخیرا پایان یافت. تیم مرمت مرکز بینالمللی میکروفیلم نور به منظور بالا بردن ماندگاری اثر از هیچ مواد مصنوعی استفاده نکرده و تلاش شده است در امر مرمت و بازسازی این اثر نفیس بسیار زیبا همه مواد به کار رفته گیاهی و طبیعی باشد تا با استحکام بخشی و تثبیت مرکب دست کم 300 سال به عمر این اثر افزوده شود همچنین بازگشت به حالت اولیه از دیگر ویژگه های این نوع مرمت است مردم ساکن شهر بارودا از که از ادیان و مذاهب مختلف هستند این نسخه خطی و قدیمی را موجب برکت شهر خود می دانند. گفته می شود هر سال یک جز از این قرآن در ماه مبارک رمضان ورق گردانی و قرائت می شود که تعداد کثیری از مردم هر سال از سراسر سر هند در این مراسم شرکت می کنند.